سلام برنامه تحول ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکاران میزبانی برنامه هستم صدای مظلومیت شکریه و تبسم امروز از حنجره هزارها نفر در بغل گوش رئیس جمهور و در مقابل ارگ ریاست جمهوری به صدا درآمد و این صداها کاخ ریاست جمهوری و ارگ بلا در آورد و امروز و امی لحظه که ما صحبت میکنیم نماینده های معترض با رئیس جمهور موفق شدند تا خواستای خود و نگرانی خود از بابت امنیت به اونا در میان بگذارند این صدا به تعداد زیاد یا یک کتله بسیار بزرگ از مردم که در اونجا حضور داشتن صدای یک بخش یا یک قوم نه بلکه صدای تمام افغان ها بود که هر روز از ناحیه امنیت آسیب پذیر هستند سربریدن وحشتناکترین گونه شکریه و تبسم نه تنها در زابل بلکه در ننگرهار در فاریاب در کابل در میدان وردک در هر گوشه و کنار از هر قوم و تبار صورت گرفته و این درد مشترک است که مردم از این ناحیه بسیار نگران هستند امنیت و مسئولیت مردم به کدام مسیر منتج خواهد شد و کارایی مدیریت و رهبری رهبرای سیاسی حکومت افغانستان بالاخره مسیر امنیتی افغانستان به کدام مسیر منجر خواهد ساخت این صداها یک مقدار خواب یا غفلت دیرینه که رهبرای سیاسی افغانستان به او درگیر بودن بالاخره اونا را تکان داد و آغاز یا یک مقدمه از اعتراضات گسترده مدنی در برابر حکومت که به زمین مردم بیکفایت است و به زمین مردم به کارهای خود رسیدگی نکرد تهداب گذاشت نارضایتی تنها از بود مسئولیت امنیتی نه بلکه از بود اقتصادی از بود فساد و از تمام عباد زندگی مردم را بالاخره در بر گرفته و رفته رفته صدای اعتراض مردم به گونه مدنی امروز اوج گرفت و ای اوجگیری بالاخره یک مسیر تازه را در برابر حکومت و در برابر راهکارهایی که دو شریک قدرت آقای عبدالله و آقای غنی در برابر مردم مسیر داده بودند بالاخره بک جایگاه حساس منتج داخت امشب محور بحث ما روی این نقطه است مهمانه که در بحث با ما جناب آقای عبدالله ایم ایوبی عضو مجلس نمایندگان جناب آقای عاصف آشنا سخنگوی مصطفی ریاست اجرایه جناب آقای الله جلال استاد دانشگاه و جناب دکتر نقیبولا فایق عضو مجلس نمایندگان به ما خوش آمدید بس از آقای آشنا که تازه امروز در اعتراض به این مسئله از حکومت استفاده دادن چقدر این حکومت بالاخره از مسیر منحرف شد و نهایتا بالاخره رئیس جمهور داشت شام یا خفتن حاضر شد که به پاسخ بده چقدر قناعت بخش است به مردم و بلاخره مسیر کدام سر رفت با درود به شما دوستان حاضر در بحث و درود به روح تمام شهدای افغانستان که مظلومانه و بیگناه و بیدفاع در گوشه گوشه افغانستان قربانی اشتباه های سیاست میشه بحث انحراف حکومت انحراف چی هست محور حکومت داری، اساس حکومت داری بر مبنای قانون اساسی اراده سیاسی مردم افغانستان هست. انحراف اول در انتخابات رقم خورد که از ماده چهارم قانون اساسی تخطی صورت گرفت و اهانت شد قانون اساسی. و آرزوهای مردم افغانستان در انتخابات به باد فراموشی سپرده شد و به ناامیدی منجر شد. وقت توافقنامه سیاسی بین رهبران امضا شد یک سقف حد عقلی از انتظارات مردم افغانستان بود که صرف برای حفظ ثبات سیاسی و برای بسامان کردن و اصلاح اشتباه هایی که در پروسه های دموکراتیک روا داشته شده بود. انحراف دومی برای من بسیار جدی است و انحراف از امضای رهبران حکومت وحدت ملی به پای توافقنامه سیاسی است. برای ما توافق نامی سیاسی به یک تعبیر قانون اساسی حکومت وحدت ملی هست من کلیمه کلمه کلمه توافق نامی سیاسی را حفظ به دلیل اینکه در شب و روزهایی که توافق نامی سیاسی امضا میشد، شد روی واجه واژه جنگ صورت گرفت چانزنی شد خون دل خورده شد در حضور جانگیری و قدرت بزرگ این توافق نامی سیاسی میگه که حکومت بلا فاصله پس از آغاز به کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی را برای خلق زمانت و برای ابقاء اعتبار از دست رفته های دموکراتیک و پروسی انتخابات روی دست میگیره و این کمیسیون شکل میگیره متاسفانه ده ماه تعلل و دور زدن به اجرا گذاشته شد ما حداقل امروز در مقابل مردم افغانستان این ادعا رو میکنم که من هر باری که به رسانه آمدم در این مورد استاد شدم حرف زدم اما همیشه فشار در درون ارگین بوده که آصف آشنا نباید حرف بزنه بر رسانه ها من سه چهار ماه سکوت کردم حرف نمیزنم این سکوت مرا به جان رسانده حالا دلیل اعتراض شما انحراف... شما این انحراف... یعنی نه... بود یا قضیه که امروز در کابل رخ داد در کل مسیری را که حکومت وحدت ملی میره و مسیری را که دکتورین سیاسی آقای اشرف در چشماندازش افغانستان را هدف قرار داده این مسیر این چشمنداز این دکتورین اشتباه است آقای اشرف غنی در افغانستان اشتباه میکنه این اشتباه ها در محور ارزش های دموکراتیک در محور ارزش های شهروندی در محور مسئله ملی و در محور مس... گفتمان بزرگ مسئله سیاست در افغانستان هست ما در سال 2015 زندگی میکنیم به تعبیر جاستین ترودو نخست وزیر آقا جوان بیتاری پرس شما هست. شاید, شاید مردم هم اجازه اجازه که شما از سمت سخنگوی حکومت به دلیل اعتراض گسترده امروز و شریک شدن در روند مردمی است یا چیزایی که شما مطرح کردین همه, همه این ها همون رقمی که اتفاق زابل جرقه زد تا مردم افغانستان و باشندگان کابل امروز از چهار گوشه شهر کابل از هر قوم از هر لسان از هر مذهبی که در کابل زندگی می کردن جمع شدن و به بهانه این جرقه و یا به مناسبت این جرق جرقه, جرقه ای که در زابو اتفاق افتاد به مناسبت این جرقه آمدن فریاد تمام ظلم و بیداد را که بر مردم افغانستان در, در این دوره رفته فریاد کردن برای ما همین یک جرقه هست ما وقتی میبینم که از دشت برچی زنان افغانستان جمع میشه جنازه های شهدای زن را روی شانه های خود تا دم دروازه ارک حمل میکنه و در مسیر راه بگذریم از اینکه که شعارهای مرگ به آدرس به آدرس های مشخص داده میشه خواستار استعفا میشه و من وقتی میبینم همسنفان دانشگاه ما وقتی میبینم استادان ما در دانشگاه ما وقتی میبینم دوستان ما خواستار استعفای رهبران میشه و این خواست ها درسته که نباید حکومت وحدت ملی برای سرنگونیش تلاش و برای متلاشی شدنش وقتی میبینم بسیار منطق بزرگ و مشروع داره من کسی هستم از نسل هستم در سیاست افغانستان که به پاس احترامی که به حقوق مدنی افغانستان دار مردم افغانستان به پاس احترامی که به دموکراتیک دارم شما با, 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 با کار آیا شناخت از درون شما دارین به این صداها اهمیت داده خواهد شد یا نه؟ بحثی نیست که به این صداها اهمیت داده میشه یا نه شما هم کار یک زمان طولانی دارید تشنگی قدرت کشمکش شوکی، کشیدگی هایی شما چقدر که در درون اجازه ندادین چه قدر میتونه که این اجازه بدین من حرف بزنم من مسئله دارم اجازه ندادین پیشتر که من حرف بزنم ما در سال 2015 هستیم نه در آغاز قرن 17 گوش آقای اشرفغنی باز باشه در 13 سال گذشته نسل در افغانستان اتفاق افتاده ظرفیت در افغانستان اتفاق افتاده که اگر این صدا را نشنوه مردم این صدا را با صدای حقانیت و با حضور مدنی خود و با اعتراض مدنی خود در گوشهاش فرو میکنه ما در 2015 زندگی میکنیم تلاش برای پرداختن به تفکر تمامیت خواهی در افغانستان بحثی است که در زبار دانه های تاریخ سپرده شده آقای اشرف غنی این حرف را بفهمه اعتراض بتا... من این هست اجازه بدین که از آقای ایوبی هم که امروز بودن برخی سر و صده های تعداد از وکلا ما در رسانه هم شنیدم که بیشتر میخواستن رنگ قومی برای تظاهرات که امروز صورت گرفتن و یک نو دست های پشت پرده کشورها را هم دخیل و زدن شما هم در اینجا بودین به عنوان یک وکیل پشتون و صدای خود را بلند کردین دامنی اعتراضات چقدر میتونه تکان و جرقه بزرگ قسمی که آقای آشنا جرقه را به مردم گریزد همزمان گری بخوره به گوش های دور شریک قدرت بسم الله الرحمن الرحیم استاد و استاد و درنو من منو پی اجازه اول ز طول ده مخصخه ده کندهار د خلق و پاستازی توب افغانستان طول ملت و نمائندگی طول و پغم زپل و کورونی سر خصوصا د د د د دایشانو یا د دا فرډیست خبراتي کړي دي جنټان د خواشي کم ظلم کم بربریت کم وحشت پتیلې وکال کړي د افغانستان خلکو کاللې دي دا پکړه کو باندې غندم محکومومې او د بشريت خلاف د اسلام خلاف د دین خلاف او د افغانستان د ټول ملت خلاف یو ډېر خطرناک او شو متوتیا موله مې جزره کچې د ا نومره سېر سود ورور چې د اجراییه ریاست آشناسب چې اته پشناسب چینه نه حد یا کل غضبان زمير ورته نور د اجازه ور نه کړ چې په دې لړلي او بې سروبې فایې حکومت کې نور خپل اوزی پېته دوام ورکي دا هم تقدیروم او دا هم د ځوان نسل هغه د آزاد سوچ او هغه خود مختاری د چنن د شکاره کړل ز د د تعامل تقدیروم او لري مناسب اقطام رازم دیځې ته چی نن د افغانستان په دې ډش کلن تاریخ کې د افغانستان د خلکو د نپستنګي د افغانستان د خلکو د دې دروغ جنو مامله ګرو سیاسي دکاندارانو قومي سیاسي اقتताबګرانو خلاف د نفرت د یوالي د اتحاد یو ډیر ستر لارین چنن په کابل کې پدې څولې زتو کو باندې اوسه او ما هم د اوو بجو د سار سخه او بیا اخیر در اخیره پلی پدی کې اشتراک وکي الحمدلله د افغانستان ټول ملتونه ټول کومونه ناروښره ځکنه یولې چې در دغه ځای پر در رسیدلو توانایي درلودل ځان پيش کې اشتراک کړیو او اټس نو سازمان پکتونه دا و زما پکتونه دا و که غلای وبي شي دغه ماوچ سومره کوي شي چاو جره قد دوو دو شریکو یديدغه وون افروز پر تر کېد وکم ماتو دا دا سي موجوده دا, دا سيو تاريخي موجودو كه يو و زرم مسؤليت پزيري د افغانستان په موجوده رهبري کې موجود وي احساس د مسئولیت پکښه موجود وي رحم پکې موجود وي ایمان ورسره وي وجدان ورسره وي ضمير ورسره وي پر خپل اولادونو باندې زړس وځي نونن په د افغانستان د پراغم اشمانو او پرديغه شوزو باندې چې د دشت برچې سره در ارغه پوری د خپل شهیدی خور چې غاړه د ظالمانو د د د بشرم او حیوان صفته انسانانو په چړ باندې پرې سويول او د ارګ د دروازې پر رسول او تاسو معلوماتو کې چې غښتنه چی شو ترماښانه پوریم غښتنه چی شو ما په ټولو مظاهره کی نن نر نشره د نژبان او سپرنجری ولې د چا غښتنه وکړو چې مجبور کړنه درو چې دا غښتنه وکړو چې موږ به روزګار چې دا غښتنه وکړو چې موږ به تعلیم دا غښتنه چانه د کړي پکت څلور غښتنه کولې یو غښتنه داوه چې موږ عدالت وغواړو موج دغه مجرمين محكمة غواړو موج امنيت غواړو موج سول غواړو او د دې خوره د دینې کل تبسم شکريه دغه د نور خوند او د دې سپنجرو او د دې ماشومان ګناه چشول چموږ په دې باندې پوسټ چ دا, دا کومه ګناه قرباني غلسمشر با. د خپل پیغام کې ویل په روسي مقام کې برا... خلک د احساساتي نشي نو دا احساساتي نه دي چې بلاخره تفریق کوي نو کې د خلکو تفریقا نه تا... بلکې بلکې د دی... تاسو د پیغام باورید څومره يق نه كننده او تاسو تجربه یو څکل قابل ده قناعت نو د جمهور پفر کاबिनेट د تحلیل شوی وزیران لري څلور دیشوالیان لري د ملي امنت ریاست لري یو غانا ای محل لري شوراګانی لري د ارګ د د اجرایه ریاست لري دا غمووینین چې د ازاره کوم پنامندګی باندې چې زه کنی لوسو امر حق راښبر د ازاره مګر نن موجود نو زکه چ په حکومت کې و خلیلی صاحب او دانش صاحب رهبر د ازاره مګر نن موجود نو زکه چ په حکومت کې و د سیاسي دکاندارۍ ځای نو دومره احساس پکینو دومره وخت نه درلودي چې دغه شردي سپینسرۍ د ځوانانو د پیغلی چې د خپل خور جنازه د دشت برچی سر اوجو اخست او پرمزه کیم نه ده اشه د اردر دروازې پر ور سوال فدې سره دومره وخت نو چې د خپل ملت او د خپل قوم د روانځي راڅو بدلی ترasie پکا دومره اجازه پکا دومره پښتنه وکي چې د تعالو رو مثبتو او مشروع او حقوقی غشتون جواب ارتا ہوائی چه مش سول وارو مش عدالت وارو مش یوال وارو کنی استفاد در نن گوندی که و ایوبی یک نقطه خوب اشاره کردن رهبرای که امروز در مصدر قدرت تکیه زدن از رای نمی مردمه که از نام نمی مردمه که همیش ارادی از یاره ذهنیت از یاره خواست از یاره به گونه سیاسی تبل برداده در ارگ ریاست جمهوری و سکوت تام به سر بردن هیچ یکی نامدن که اشک او زن پیچ سفیده که به خاطر از دستادن مظلومترین چهره یا مظلومترین فرد خانواده خود گیری میکرد بر از او تسلیت بگویه یا هزاران هنجری که امروز بدون پاسخ تا شام باقی خواهد ماند این عدم پاسخگویی و حاضر نشدن مقامات بلند پای بیانگر چی است در برابر این مردم و نشست کال صورت صورت گرفته با تو از نماینده های چقدر میتونه که ادعاقل اقنا کننده باشه خب ما به این عقیده هستم که کسایی را که شما با اونا اشاره کردین در این حادثه اونا مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتن بدون شک ای حرکت یک حرکت مردمی بود یک حرکت خودجوش بود بسیار کسایی را من در اوجا دیدم که آدم های دانشجو و دانشگاهی و فرهنگی و سیاسی و مردم بودن که خودشان رفته بودن کسی دیگه اونها را نکشانده بود اما بدون شک به این ای معنا نیست که رهبران سیاسی قوم هزاره نسبت به سرنوشتی مردمشان و نسبت به این حادثه علمناک اونا بی تفاوت بودن اونا نقش خود داشتن چرا چی, نقشه؟ ب... چی نقشه؟ در... تا حد در سازماندهی، در مشوره دادن و بالاخره در در, در مذاکره مهمی که یک تعداد نماینده با جمهور داشتن اونا دیده میشون که مثلا آقای محقق دیده میشوه بعضی چهره های دیگه آقای دانش دیده میشوه معلوم میشه که علاقمندی خودن نسبت به این موضوع دارن و از طرف دیگه امکانم ببخشید امکانی از این هم وجود داره که چون یک خیزش بسیار سرتاسری و خیزش کلان بود در تحت تاثیر از این مسئله نتونن اونا گوشگیری کنن بنا اونا نقش خود بازی کردند و به تفاوت نسبت به این مسائل نیستند و منافی خودم منافی خودم آقای ایوبی آفتابی گفت که این نماینده های مردم رهبرای مردم در درون ارگ هستند مردم در زیر باران در وضعیت بد دان و در وضعیت ارگ اما هیچ کس برای عداقل برای پاسخگویی یا تسلیت برای اینو بیرون نشد چقدر میتونه که یک ترفند سیاسی در طول سیاسی تاریخ بسن. تاریخ افغانستان ها که ورق بزنین رهبرا همیشه در زیر چترا بودن و در خانه های آرام و گرم همین مردم بیچاره بودند که چی در دوران جهاد چی در دوران مقاومت چی در دوران دفاع از افغانستان همین مردم عادی و بیچاره بوده که رنج کشیده و خون ریختانده و از افغانستان دفاع کردند بناهن همی حرکت هم یک حرکت مردمی بود اما بدون شک رهبران همی قوم رهبران دیگه نسبت به این مسئله بیتفاوت نبودند. نبودن چرا به حد حرکت یک حرکت عظیم حرکت همه و تاریخی بود این حرکت یک قوم نبود اگر چیال در پیش رئیس جمهور من میبینم نمایندگان یک قوم گپ میزنه و کسایی که در اوجا اشتراک کرده بودند از جامعه مدنی بودند از گروه های فرهنگی بودند احزاب سیاسی بودند نماینده های پارلمان بودند شخصیت های پانتون و دانشگاه بودند باید همه باید اوجا می و, ای و ای یک تعداد تق... یک... یک کم اصلاح بکنیم حرکت خودجوش بود یا حرکت سازمان داده شده سیاسی که ببینین تنسه. حرکت خود جوش بود نه که سازماندهی شد اگر سازماندهی نمی شد شما فکر کنین که از, از جانب غ... کی سازماندهی شد اجازه بتین از غرب کابل تا دروازه های عرق ده ها حادثه صورت می گرفت ما فکر میکنم که از جانب همی خودی همی جوان و مردم پس حرکت ول... خود جوش بود نه سیاسی نه, نه. از ول... سیاسی هر حرکتی را که شما میبینین هر حرکتی را میبینین ولو خود جوش باشه یا نباشه سیاسی است بوی سیاست داره هیچ چیزی در دنیا نیست که و چیزی سیاسی نباشه این حرکت هم یک حرکت سیاسی بود ترهایشان سیاسی است فکرشان سیاسی است خواستهایشان سیاسی شما فکر میکنید در محور از این رهبرهای سیاسی که در ارگ بودن نقش داشتن نه رهبرهایی که در ارگ منظورتان چی هست در ارگ رهبری که آقای ایوبی از این مردم از این طیفه که قربانی است امروز از از شما گفتین آقای محقق بود عملا آقای دانش بود عملا دا... مترزین در جمع معترضین بود در جمع معترضین خب من ندیدم چون بسیار تعداد افراد زیاد بود دیدنی از اونا خو مشکل بود اما حقیقتی است که اونا علاقمند به سرنوشت مردم هستن هستند و ما و ما ما یک گپ براتون بگم که رهبران قوم هزاره نسبت به رهبرای دیگه اقوام فرق دارند متاسفانه در دیگه گوشه های دیگه اگر نصفی هم ولایت بکشی رهبراشان علاقه ندارن که بران در پلوی مردمشان بشینن ما تقدیر میکنم از آقای محقیق و ما تقدیر میکنم از آقای دانش و ما تقدیر میکنم از خانم سیما سمر و از بسیار کسایی که اوجا بودن وکیلایشان که در در گلم غمی غم جاغوری در گلم غمی کسایی که کشته شده اینا عملا اگر حضور نداشتن به صورت غیر مستقیم علاقمندی خود آقای جلال استفای آقای غنی و آقای عبدالله از ابتدای مظاهرات تا آخر این صدا بسیار به گوش مردم رسید و از هر هنجره گفتن که بیکفایت هستن هفت یا شش شد که قدرت مسیر به انحراف بردن و مردم بالاخره به با اکتلاتوم امنیتی و سیاسی سی. چقدر؟ من سخنگوی شما هم بود عرض کنم برای یک لحظه کوتاه بودم من سخنگوی دکتر غنی و یا دکتر عبدالله نیستم یکی یک, یک ما براتان میگم به نظریات مردم به پیشنهادات مردم به احترام میگذارم اما استفای دکتر عبدالله و استفای دکتر اشرف غنی رای حل مشکل افغانستان نیست مشکل افغانستان تنها مشکل جاغوری نیست تنها مشکل هزاره و طالب نیست مشکل, افغانستان مشکل کل افغانستان بود. در را ما میرقم سر میشه بلی. بلی. در, در اول سوالی چین است؟ چین است؟ سی و هشت چل... چل نفر کشتن در بدخشان اجن نفر سرش بریدن سربازا رو روی دریا کردن همین حادثه در میدان وردک صورت گرفت همین حادثه در میمنه صورت گرفته به یک نحو دیگه من چیزی که در اینجا بسیار فجی بود زنا را کشتن اطفال را کشتن سرایشان را ب... سر بریدن ها یک تاریخ نه او نداره تاریخ بسیار طولانی داره به همین ارتباط است که گروه های مختلف افراد مختلف از ولایات مختلف از اقوام مختلف در حرکت امروز اشتراک کردن و این حرکت یک حرکت همه بود آقای, بنا... آقای فایق هم در بلاخره در یک بخش است خوب یک ترکیب خوبی داریم که هم از پشتون هم از هزاره هم از ازبک هم از تاجک امروز در بحث است هفت نفر شریک قدرت رئیس جمهور مامورین رئیس جای مامورین و کسایی که حداقل در تصمیم گیری است امروز مردم گفتن بی کفایت هستن مردم گفتن که اینها هستن که امی خونه تبسم و شکریه و هزاران تبسم و شکریه که امروز در افغانستان کشته میشه مسئول شینا شما فکر میکنید که متوجه بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و سلام بر دوستایی که در اینجا حضور دارن و مردم افغانستان در قدم اول خو ما امروز حداقل دمی عمر که م دارم ای بزرگترین و مدنیترین راهپیمای در افغانستان بود مه فکر میکنم در اوت یک زمان مردم افغانستان به اوت یک راهپیمایی ضرورت داشت مردم افغانستان در انتخابات و در موارد دیگی گروههای سیاسی با هم متفرغ شدن اما مروز اتحاد جمیر از, دا از, دا از, مرکز کشور بیرون کشیدن و همه موافق یک صدا بلند نکردن ما فکر میکنم که برای این چیز ما نسبت به هر چیز دیگه برای فعلا در افغانستان ضرورت داشتیم بحث دیگه اگر واقعا حکومت کفایت میداشت داشت خب این واده سرخ نمیداد و اگر حکومت میتانست که بر مردم خدمت بکنه خب امنیت مردم را فراهم میکرد و ای و ای حادثه و خاطر و ای اعتراض این گونه بزودی هم به وقوع شما دیدین که 31 نفر اسیر شد شما دیدین که در بدخشان چی گذشت در افت، افت نفر، چی اف... نفر رهبر های نفر رهبرای حکومت یا شرکای حکومت فکر میکنین که یک بار اضافه به با شانای مردم است که نمیتونه حداقل امانت مردم به هدف درست برسونه و این حکومت باید خل شود دو رهبر باید استفا بتن یا راهکارهای دیگه هست این تظاهرات چقدر میتونه مسیر بده به طرف استفا یا به طرف توجه بیشتر اگر امروز استفای. در پالی که استفا هر ب... ب... دو رهبر را خواستن مشارهای را هم شنیدم که آقای محقق آقای دانش هم باید استفا بدن مشخص بود اشاره ما فکر میکنم که اینا با عنوان از اینی که شما رهبر ماستین با عنوان کسایی که در حکومت کار میکنین وظیفه خود انجام ندادین را خواستن ما فکر میکنم که پیش از استفا ما به اصلاحات ضرورت داریم یک بار ما یک اصلاحات را باید تجربه بکنیم اصلاحات از دامنه کدام حکمت حکمت که تا که در یک سال اخیر رهبرا خصوصا هر دو رهبر سرگردان از بودن شاوروز حالا دیده میشه که والی را که در زابل فرستاده قماندان امنیه و رئیس امنیتی را که در زابل فرستاده بزرگترین خدمتی که بر اون کسی که او را فرستاده همین است که یک میلیون نفر را پشت هرگش روان کرده و این حادثه در منطقی زروخ داده و او نتانسته که در اونجا خوب والی و خوب قماندان امنیه و رئیس امنیت بوده باشه رهبرایی بله. که در بیشتر از یک سال نتونستن حداقل یک وحدت نظر نسبت به مردم داشته باشه نسبت به با آرا و امانت امانت مردم داشته باشه میتونن بعد از ای با این بین خود تفاهم کنن اصلاح بیاره و اول مسئولیت رئیس جمهور شخص رئیس جمهور بیشتر است ما فکر می کنم وقت اصلاحات رسیده تاکید می کنم که ارسی و وزرای امنیتی یا مسئولین امنیتی خب بزرگترین کارشان همین سه قندوز را سقوط دادن و کلانترین کار مدیریتشان که حالا آقای رئیس جمهور هم تاکید میکنه که فلانا وزیر ما خوب وزیر است ما از او راضی هستم خوب رضایت شمی است که امروز اینمی قنفر از حکمت نفرت داره و عکس لمن نشان دادن وقت زی رسیده که ما در قدم اول بخش از کابینه را در کابل و همه مقام را در زابول باید از کار بر کنار بکنیم و ای خیلی در کشورهایی که دموکراسی است، آزادی بیان است، اعتراضات است، خب بالاخره این اعتراضات تنهایی نیست که ما در یک نظام دموکراتیک اعتراض کرده بریم پاسخ پیدا نکنیم. پاسخش در قدم اول امین است. ما فکر میکنم که اگر به این اعتراضات خزانی افغانستان توجه نشه ای به انقلاب بهار عرب هم میتونه که مبدل شود بازی که نتیجه بهار عرب چی میشه او بعدش است بسیار زیاد چکار پرنگترین معلفه و هندیشه و نظر در نظام های دموکراتیک همو بحث قرارداد اجتماعی است که از جانب رای دهنده ها با یک تعداد از سران به عنوان رهبرا یا خادمین مردم داده میشه قرارداد که در او اس به اساس از او مسئولیت و به به دو طرف تعیین میشه و حکومت خدمتگذار مردم است و هر وقت که حکومت مدارا یا کسایی که به اساسی قرارداد اجتماعی در حرکی قدرت رسیدن نتانن پاسخگو به مردم افغانستان باشه بالاخره مردم رجوع میکنن به اعتراضات مدنی و خواستار فسخ قرارداد میشن آیا فکر میکنیم که گستردگی تظاهرات امروز مقدمات نارضایتی عمومی مردم در برابر های دو رهبر شریک قدرت آقای عبدالله و آقای غنی است و ممکن است که موجهای بعدی هم در قبال از وجود داشته باشه اعتراض گسترده ناامنی در سراسر افغانستان از شمال تا جنوب از شرق تا غرب و بالاخره نارضایتی عمده مردم چی موج را برمغان خواهد آورد و بالاخره رهبرای حکومت وحدت ملی بعد از این شاک که امروز دیدن مسیر سیاسی حکومت افغانستان را به کدام طرف بالاخره سمت خواهد آدن. یک وقتی تا زود سلام مجدد برنامه تحول ما محمد سیر فیاس به اتفاق امکان میزبانی برنامه هستم سر و صدای بسیار گسترده که امروز بالاخره در بغل گوش رئیس جمهور و در مقابل ارگ ریاست جمهوری نسبت به حولناکترین و تکاندهنده ترین سربریدن هفتن از شهروندهای ما در زابل که در او اطفال خردسال از جمله نو سال ساله هم و مظلومترین چهره هم وجود داشت یک موج پررنگ از احساسات مردم را بالاخره رقم زد تعداد از کسای از،, از تحلیلگرا و کلا و تعداد از سیوسیون در شام امروز در رسانه ها گفتن که کشورهای خارجی تلاش دارن بالاخره مسیر سیاست افغانستان را با تفرق افغانی قومی و بالاخره با وضعیت هرج و بکشانند و یک تلویهن پشت سر این تظاهرات دست بیگانه را هم گری زدن آیا واقعا این اعتراضات یک موج گسترده مردمی و مقدمه اعتراضات بعدی است و میتونه جانشین صدای مردم و خون تبسم و شکریه باشه یا بالاخره که حکومت مدارای ما و سیاسیون ما پشت گوش خواهد کرد و با حرف های تکراری و تسلیت های تکراری و بالاخره مسیر و از را منحرف تغییر خواهد داد آقای ببینیم چند تا بحث رو باید اصلاح کنیم گفتیم که این حرکت از کجا خیسته که در سوال شما بود من فکر میکنم چنین سوال مورد نداره در این بحث این حرکت از, مجد، از متن وجدان مردم و از پشت سالها استبداد سرکوب و خفقان به عنوان یک موج برخواسته موج ها بر میخیزند مهندسی نمیشه تقلب نیست در انتخابات که مهندسی شود موج بر میخیزه این موج خیسته این حرکت خروش وجدانهای بیدار برای فریاد زدن ادالت خواهی است این حرکت یک تکانه هست در تاریخ سیاست استبداد زده افغانستان برای بیدار شدن در متن یک کرختی تاریخی هشدار میدم به ارگ ریاست جمهوری و هشدار میدم به تمام کسانی که تلاش کنه این ترجمه اشتباه بکنه میگین که این حرکت میتونه جانشین صدای مردم شود این صدای مردمه این فریاد مردمه این حضور ای فریاد عینی مردمه با افغانستان به جای رسیده که شما میبینین همین لحظه آقای غنی حرف میزنه در تلویزیون حال حرفا چقدر واقعی و خواست مردم را باستاد خواهد داد من دیگه کسی هستم که ادعا کنم که به حرفهای اشرفغنی اعتماد ندارم اشرف غنی دروغ میگه من در مبارزات انتخاباتی با وجودی که عضو هیچ تیم انتخاباتی نبودم و با حق عدالت خداحافظی کردم مثل امروز که از حکومت وحدت ملی استعفا کردم وقت آقای اتمر حزب حق عدالت را که با دایعه حق و عدالت ساخته بودیم و من چهار سال خون دل خوردم برای معرفی این حزب به مردم افغانستان برای ساختن ارزش های این حزب برد به پای دایعه تمامیت خواهی و بحث بسیار مردار و کسیفش استاد شدم گفتم این آدم پوپولیست است امروز هم میگم این دروغ میگه اگه غیر از این است بیای در پیشگاه وجدان مردم افغانستان از خود دفاع کنه من به مناظره دعوت میکنم آقای غنی و من به مناظره دعوت میکنم آقای مره امروز اینجا دو تا وکیل مردم افغانستان نشسته یک استاد دانشگاه مهم نیست از کدام ولایت وکیل گرفته وکیل مردمه مردم افغانستان پشتون نیست، تاجک نیست، اوزبک نیست، هزاره نیست، قوم نیست، مردم است. مردم افغانستان اجازه بده اجازه بده من به حرف شما تبیین کنیم این ده. به همون میزانه که مردم افغانستان در خوست، در پکتیا، در نقطه نقطه جغرافیا افغانستان مثل هم کشته میشن، مردم افغانستان در بحث کلان هم باید مثل هم محاسبه شن، محاسبه باید مردم شون. این یک بحث. بحث دیگه ای است که فاجعه و جنایتی که در زابل خلق شده مشکل در زابل نیست مشکل در کابل است اگر وجدان بیدار در افغانستان وجود داشته باشد باید اذعان بکنه و اعتراف بکنه که مردم زابل بخش از قربانیان این وضعیت لجام گسخته و این بربریت و توحش است رو که از آقای فائق با استاد کردم استعفا پررنگترین شعار بود که امروز شنیده میشد آقای جلال گفت که استعفای حل نیست باید الटरनेटیو دیگه سنجیده شود و آقای فائق هم به گفت که احتمال اصلاحات در یک حکومت که تابال در یک سال نتونسته یک وحدت نظر بین غیر ممکن است شما فکر میکنید که رای حل چی است رای حل وجود دارد چه باید کرد شعار استعفا شعار مرگ بر آدرس آقای غنی اینا خشم مردم است اما رای حل چی است چه باید کرد حکومت وحدت ملی یک اساس داره به نام توافقنامه سیاسی از آغاز حکومت وحدت ملی تا امروز تخطی صورت گرفته از توافقنامه سیاسی و بخش از اعتراض و بیرون آمدن ما ام از حکومت وحدت ملی انحراف حکومت وحدت ملی از توافقنامه سیاسی است دلیل این انحرا... انحراف لجاج... دلیل این انحراف لجاجت و خودکامگی اشرف است اگر غیر از این است جرأت کنه حالا بیای نقش آقای در عبدالله بیاید در پیشگاه وجدان افغانستان نقش آقای, عبدالله در, حراف آقای عبدالله در این انحراف چیه آقای عبدالله حکومت وحدتی ملی به عنوان سخنگوی به عنوان رئیس اجرایی بر با تمام نقد و اعتراض که از متن جامعه به دلیل مدارای که جنابشان روی گرفت به عنوان یک روی کرد شخصیت سیاسی رهبر سیاسی جدا قابل احترام است و هیچ وقت به خودم جرأت نمیدم که عزتمندی مثل دکتر عبدالله را که در انتخابات سقل اعتماد سیاسی مردم افغانستان شد و در دوره حکومت وحدت ملی مرکز امید و اعتماد دیپلماسی افغانستان با جامعه جهانی شد نه تنیشه که اشرف مثل کرزی در ارگ را کرده با همکاران بین المللی افغانستان ما این دو تا رو نمیخوایم قابل با هم دیگه مقایسه کنم پس آقای عبدالله باز شما و افغانی بینه را در جاهای جدا قابل نقد است اما نمیخوایم این دوتا رو با هم مقایسه بکنم قابل مقایسه نیست مسره چکور هغه ایوبی بس اساسی نشسته کې آل معترضین با رهبرۍ حکومت وحدت ملی داره نتیجه خواهد داد فکر میکنید را... اول خوز دا خبر کوم چې دا غو کسان چې اوس حالت زبینم دا کېدري نه پر پداتہ زغورات کې معنی دی دا و چې پر سکرین باندې کوم حد یا کل پر سکرین باندې زبینم پدی کې خوب یعنی لاس پیسې دا هر کسان ندی چې غوشتنی درلوده ایا خبر بلل نبا ایت د څوک وکیاوت تازه پښتي او مترجه جرنالিস্ট افغانستان پښدي باسيوا د جرنالিস্ট افغانستان پښدي رضوان جرنالিস্ট افغانستان هر څوک چې دا خبره یا په میسکي کې یاد باندې کوي چې دغه حرکت د یو چا د خاص خیا دي یو خارجي ملک د خاص خیا دي یو بل چا د خاص خیا جوړ شوی دا د افغانستان د خلکو ازله دښمن دا تاسو هم سنفانو دا هر څوک چې وایي اصل د خپل د پرودي استخباراتي کډوی د خاصه خداسي او د غور کړي چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت د بنبست به بیزارې وکیل صاحبان پرسنوي کړي ګوره بد کې د دې ملت سره ظلم کې د خپل اولادونو سره ظلم کې د دې ملت حماسه ته پسپکه ګوري ته په خدای باور وکا چې ما هرڅه د خون دینن ولید ځوانان منن ولید سپرنجری منول کپي یو کې دومره ترس موجود وو باوجود د دې چې حر لازاد امنیه کومندانې د شوراې امنیت ته استخبارات زمش پامند کی ویره او ترس تخقیدی چې انتیاریان راغلي دي انتیاری راځي مګر ما درپایې پرې دی و پچې را کې ترس بنلې دي مګر ګور یو شمیر کسانو ته فیسبوک کی میډیا کی یا شخصا هم مشتل کې دي چې په ننګرهار کې پښتانه وجل کیږي په پلان کې ده چې پښتانه وجل کیږي په پلان کې ده چې پښتانه وجل کیږي دا په ټول افغانستان کې کی وجل کیږي مګر دا چې وجل کیږي نو باید کشینو خغلوی د د ماوجبا 2 2 2 رهبران وېڅ کیکنه زدا وان چې د موج دغه 2 د دوه رهبران دا وځ د ته مجبور کړ چې د شپې د رولس بجی پر د دروازه تسلی ورکي مګر درسوب د دروازه تصلی برکی دا تسلیم زبدی ټیم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنیوم چې وزداغه نام سرچته نکلي دстаў پر میزبانی د تحول اساسات سره لرم همدان د نام سرم تحول اساسات لرم پرم دی مزونه باندې ما هم دغه خلکو مستفره راکاوه همدغه ډاکټر صاحب اشرف غنیو ول چې دی وا افغان مرکز مز ماګ آيا ډاکټر ډاکټر صاحب اشرف غنی د اښ اښ ااسو واښنه خبري د پولیس او اون فريب د تاسو باندې پدې هم دای دا پريب کوي اوم ډاکټر صاحب عبد پریپ کئ هم استاد ماحق پریپ کئ هم خلیلی صاحب پریپ کئ هم دانش صاحب پریپ کئ حد یاکل کدی واکینن د رهبران د ازارگانو ولې نن خو به داغه <سؤال> سپینسر وخښو چې جنازه 60 کیلومتر پر رو باندې وړي وايي یو وار خبره غلي وای د پمنسخه په درې دی لی وايي یو دوه کاټن او به خو به ورته راسته ولي وايي چې تاسو د دوه کاټن چې تاسو 35 کیلومتر یا 60 کیلومتر یا 10 کیلومتر په شو باندې کړی وايي یو ایمبولانس خو به ورته راسته ولي وايي چې ایمبولانس ناري دا ګردولې ما دغه شهیدانو ورونې به وشه ولې د تاسو متبات سر کلېفون موجود دي بغاري ولي ناري ولي یو بوتل او بو د پاره څوک نه کدی واکې رهبران دي زکه چې د اجدار زدا ولم چې د افغانان ملت ته وایم د افغانان خلکو ته وایم خصوصا وخت په کوم ته وایم چې د نن دغه مظاهیره څخه د خپل ځند نجات لپاره سي زده ما بل بل په دې ملامته او چې پلان کوي وجل کیږي مظاهیره نه کیږي ته په مرګ باندې بيدوي ته په د سیاسي حینت نلري ته د خپل ځند د په د پاره دام باندې برابر نه بولې نوبته په انتظار دا دی وجهل کیږي ته جام مکو دا دی وجهل کیږي یو خبره بل کوم یو خبره بل کوم کدا سی بیا ز استاد میزد منڅه هغه ځما زما د هر خلګوسه کزما هم سیمپیان دي کزما د کورنۍ غړي دي کمی د هیز غړي دي کمی ماکلین دي کدا افغانستان ټول خلک دي دا د نن تاریخی مظاهره دا د افغانستان د ملت د بنبسر د دیوال سره د ریډولو هغه هجوم دي چنور د ارګو دروازه ته ودراوی نور ارګ ګور نن څو شوارول معنا نه چو وخت وخت مارک پر ارګ مارک پر اشرف غنی ویل مارک اش... او ډاکټر عبد الله جلال... ویل مارک پر شته اجازه راکړه د جلال نصرن وختو مسیر ګستورده موج مردمی امروز بلخره در یک جلسې په زمه د وستو تشفاتی در ارګ منحرف خواهد شد یا این صداها بالاخره مقدمه صداهای بعدی است خب یک موضوع است که واقعا یک مقدار حق بتیم به این برادرا هفت نفر شهید و مبتکری همین حرکت هم امینا بودن و اگر رفتن پیش رئیس جمهور هم صحبت کردن خب حق بتیم به همی ارتباط همی حادثه علمناکی که در زابل صورت گرفت اما در واقعی وقتی که ما به متن حرکت توجه میکنیم میبینیم که حرکت حرکت یک قوم نبود حرکت یک سمت نبود یک, یک اعتراض عمومی نسبت به ناباسامانی ها و نسبت به نارسای ها و نسبت به کمبودی های موجوده بود پس آرزو میکنم که اعتراضات اعتراضات محدود اعتراضات امیدوار هستم که محدود به یک خواست یک کتله نشوه امی مصیبتی که در زابل صورت گرفته به یک نحو دیگه در دیگه گوشه های افغانستان صورت گرفته کمتر تح... یا تحلیل شما چی است چی چیزی را بالاخره گری خواهد زد که دو خواست صدای مردم بالاخره تحقق پیدا بکنه یا بازم پوپولیستی و عوام رهبرای فکر بانست... میکنم که زمان عوام پایان یافته است مردم بیدار شدند مردم آگاه شدند این موج اعتراضات امروز نشان داد که نسل جوان بیدار شده بهتر است که به تعهداتی که به مردم افغانستان میکنند صادق و وفادار باشند هیچ قوم قومی دیگره هیچ گروه گروهی دیگره هیچ سمت سمت دیگره نفی کرده نمیتونه مردم آگاهی پیدا کردن و این مردم میدانند این مردم افغانستان میدانن که همبستگی افغانستان بقای ماست یک صدای بقای،, بقای ما در مستقلتا. همبستگی است خب قبل از اینکه فائق یک صدای دیگه هم هست که آقای آشنا به عنوان سخنگوی ریاست اجرایه امروز را بلند کرد و در لایه های مردم افغانستان وجود داره انحراف از توافقنامه سیاسی که در اه اه ابتدای ایجادی حکومت بین دو رهبر یا دو شریک صورت گرفته بود همه صداها بالاخره تمرکز پیدا میکنه به اون نقطه که بالاخره دو رهبر سیاسی مخصوصا آقای رئیس جمهور تعهد خود عملی بکنه و این توافقنامه را عملی بکنه فکر میکنن که ای پایان کار است یا چیزای کلانتر از این با عنوان خلای بزرگ وجود داره ما فکر میکنم اعتراضات امروز نشان داد که گپ بزرگتر از آن چیزی است که ما در اینجا صحبت میکنیم گپ بسیار کلان است گپ کلان است پیام بسیار بزرگ داشت این حرکت حالا اگر چی اوجا یک ملا گب زد و یک آدم روحانی گب زد ولی ما در جمعی از اعتراض کنندگان شخصت های فرهنگی، روشنفکری، دموکراتی، دانشجوی، یا دانشگاهی را می دیدم ولی خب متاسفانه باز وقتی که صحبت برای جمهور میشه باز این افراد معین می رو و کمتر به چی نقش داده میشه به کسایی که محوریت واقعی امی حرکت ها را دارند اما یک چیز ما براتون بگم که امیدوار هستم که از این حرکت از ای حرکت ریاست جمهوری و ریاست محترم اجرایه و در مجموع رهبران افغانستان یک, یک بیداری یک, یک بلاخره یک آگاهی کامل پیدا کردن پیدا کنند که مردم افغانستان از وضع موجوده از کارکرده های حکومتی موجوده که یک قسمتش مربوط به کمبودی خودشان است و یک قسمتش میراث حکومت قبلی است ناراض است بسیار زیاد اگر ما کلی گپ به گذشته ارتباط بتیم هم اشتباس و اگر کلی اعتراضات ما از رئیس جمهور و رئیس حکومت و کابینه موجوده باشه و, و, اشتباهات گذشته و کمبودی های گذشته که اثرات خود و نتایجی شو می خود گذاشته او را نادیده بگیریم این هم اشتباه است. ولی امیدوار این هر دو به هم ارتباط داره از گذشته یک موضوع دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که خوشبختانه خوشبختانه این حرکت یک موجی دموکراتیک در برابر قتل ترور و بالاخره جنایات سازمان یافته بود و از ای بابت امیدواری های وجود داره که اگر حکومت به ای اعتراضات مدنی و سیاسی توجه نکنه ممکن است ای اعتراضات دامنش به ولایات دامنش به اطراف و اکناف کشور کشانده شوه و مشکلات بیشتر کنه بیران آرزومند استیم که دولت در پروگرام های خود یک مقدار تجدید نظر بکنه در های خود در وزیرای خود در مسئولین دفاتیر چی در مرکز چی در ولایات تجدید نظر بکنه و عدالت عدالت و شایستگی را و لیاقت در نظر بگیره از خیشخری از گروپ،, گروپ بازی که فلانی در انتخابات در پلوی ما بود یک منطق وجود نداره در پلوی بوده آدم شریف بوده آدم محترم بوده ولی شایستگی اینمی کار نداره کسی دیگه که در پالود نبوده ولی او او وطن دوز داره آقای... شایستگی داره بسیار... با او چانس داده شد بسیار تشکر بس جمع میکنین با آقای فایق حالا صحبت ها شد همه صحبت کردن در اینجا تنها حکومت بالاخره جمع با آقای غنی یا مساوی آقای غنی نیست بلکه کسای دیگه هم هستن که این ماشین حکومت را بالاخره عهدهدار هستن و به حرکت در میارن از جمله آقای دوستم ما اول رئیس جمهور شما به اون نزدیک هستین نقش آقای دوستم به عنوان رهبر مردمی یک قش کلان ازبک که اونها هم هر روز قربانی میتن چی خواد بود ببینید پیش از که ما با سوالتان بیایم امروز اینمی راه پایمایی را مردم انجام داد فقط مردم و بدون هیچ نوالودگی فقط مردم هدف از اینها برآورده شد هدف اساسي و کلي اين بود چې بريم و як اتحاد افغانستان شمولاب ابراز وکونيم و فرياد مړه مړه او نفرت مورا از نسل کشي بيان وکونيم و اي صدا بره گوش جهان وره حکومت افغانستان بتيم هدف مظاهره يمروزي سرنګوني نظام نبوت شات بسياره کسا دري مظاهره حضور داشته باشند پرسش ها از سنجره های مختلف از اقوام مختلف امروز بلند شد بله. همه بر رسم اعتراض و بیکفایتی حکومت افغانستان بله. سر هی حکومت بازم میگم که مختص با یک کس به نام آقای غنی نیست بلکه هر رهبری که در کنار آقای غنی است با عنوان رهبری حکومت مسئولیت دارند یکی از رهبر آقای دوستم است کتله بسیار مر... بزرگ از مردم در شمال پشترش به با اون رهبر استاد است و همچنان در حکومت نقش بسیار پررنگ داره نقش از اینا ببینید آقای آشنا در قسمت موافقت نامه میان دو تیم حرف زدن نارضایتیشان را حالا همی اردو رهبر در بین تیمشان که به تعهدات خود استاد شدن که بخش از تیم ما بودیم ما فکر میکنم که جنجالای میان تیمی هنوز حل نشده میان تیمی میان پابند نب... نه میان کی؟ چی در تیم اصلاحات باشه و چی در تیم تحول باشه حضور کسایی که بگونی فعال در انتخابات بودن در حکمت فعال نیستن در حکمت جذب نشدن اما بحث ما فکر میکنم که در همچون مسائل آ... شامل شدن بحث جنرال صاحب در جای نداره اما قا... ما اول اما... امروز فاید. چند بار تصمیم داشتن که اگر خواسته های مردم برآورده نشه ما میرم و در بین مردم و از مردم میشنم و ما کوشش میکنم که به خواسته هایشان در قسمت امنیت که شما... شما میگین دیگه... که آقای غنی آقای غنی و دوستون با هم توافق نداره خلاف... وجود داره بایدشان. نقش آقای دوستون با عنوان معاون اول رئیس جمهور که بعد از رئیس جمهور سرپرست حکومت هم بوده چی میتونه باشه اونم پاسخ است برای مردم افغانستان نه تنها به یک قوم بلکه به تمام اقوام افغانستان البته کسی که تلاش کرده باشه در حکومت کاری انجام داده باشه حکومت قدمی به خاطر مردم اقدام کرده باشه می جمع شاید او اولین کس مونسب اول بوده باشه بس این است که ببینید مردم امروز کسایی که خواسته باشن از این مظاهرات به خاطر سرنگونی نظام اقدام بکنه کش بکنه این مردم را با خود ندارن و مردم خواهان این مسئله نیست مردم اصلاحات میخواین مردم اتحاد می حالا اصلاحات در وجود،, وجود نظام که شما با باورمند نیستین که اصلاح ما فکر میکنم وقتش رسیده که برای جمهور اصلاحات را بیاره بخشی از کابینش به درد نمیخوره بخش از تعیناتش در ولایت به نمیخوره نه به درد خودش میخوره اختلافات پر رنگ در درون دو تیم چی است چی چیزا سبب انحراف کلی حالا شده؟ ما فکر میکنیم که مسائل تیم را کنار بگذارن حالا چیزی که چیزم... مردم میتونن کار بکنن بیکفایتی نظام به مردم از همین چه از بین تیم شاید افراد بسیار خوب بوده باشن بالاخره اینمی افرادی که آمدن به هر عنوان اینمی بخشش به نمیخوره همین وزرای امنیتی دیگه کاری مشکلی مردم افغانستان را حل نمیتوند آخرین پرسش آقای فایق اگر پاسخ قناعت بخش به این صداهایی که زیر باران از صبح تا شام بالاخره در مقابل ارگ آمدن جمع شدن دادن نشه چی خواهد شد فکر میکنید حالا که امروز نیم میلیون یا یک میلیون انسان یا به همین پیمان مردم جمع شدن رفتن اگر هدف از این باشه که حکومت را سرنگون بسازن نیمی از هم کفایت میکنه یا شاید کمتر از هم کفایت میکنه اما بحثی هست که حکمت باید و مردم به گوش حکمت را رساندن که ما شما را میتونستیم که چپیتون بکنیم حالا نگاهیتان کردیم شما حالا که ما شما را نگاه کردیم شما متوجه کارهای خود باشین اگر اگر قرار به با باشه که یا متوجه کارهای خود نباشن خب امروز معلوم شد برای همه این مردم فقط مردم نه او اپوزیسیون نه او حکومت گذشته نه او شوراهایی که جلسات و جلسات بازی میکنن یا حکومت را سرنگون کرده نمیتونن یا ای توانایی را ندارن اینا مردم را با خود ندارن امی خود جوش مردم میتونه که هر کار انجام بسیار زیاد تشو بس کوتا خیلی ساده بگم که بریجت به توافق نامه سیاسی برای تقسیم 50 50 بین دو تیم انحرافی که از توافقنامه سیاسی آگاهانه از سوی اشرف صورت گرفته باید اصلاح شود و برگرده به دلیل پرداختن به خلق زمانت ها برای سازکارهای دموکراتیک برای پرداختن دشکر. دشکر. به گفتمان تغییر نظام من با آقای غنی در مورد اجازه بدیم شد. من با آقای غنی در مورد مسئله گفتمان دولت ملت و چگونگی راهکار دستیافتن به دولت ملی و قدرت ملی افتگو دارم <تصفح> دولت ملی و قدرت ملی با, با تقلب و, و... بحیثیتی که برای افتاده بسیاختنی نیست بس من فکر میکنم وقتی آن فر... فرا رسیده است که پینجا پینجا با کلی ای بین برود وقتی آن فرا رسیده است که یک تیم ملی را هر دوش توافق کنن ایجاد بکنن که نصفش افراد باشه که کاملا نده من من نه تیم و اینا برای ایجاد حکومت وحدت و ملی حکومتی وحدت ملی به مفهوم واقعی کلمه فعالیت کرد بسیار زیاد و اگر باز تقسیمی پینجا با پینجا به مسابقه یک پرنسیب به مسابه اصل وجود داشته باشه خو این نتیجه نداد بسیار. نتیجه نداد بعد از یک سال از حکومتی وحدت ملی باید یک تغییرات به وجود ده و او تغییرات تشکر. در وجود یک ساختاری یک ساختار ملی مربوط به تمام مردم بسیار زیاد تشکر از مهمان های ما از شما بینده عزیز که تا بس مردون تا